بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء وافضل المرسلين سيدنا مولانا ابي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين استغفر الله ربي واتوب اليه و تحقیق المقام و توضیحه ان تأخر الحادث قد يلاحظ و بالقیاس ما قبله من الامین اجزاء زمانی. همان طور که مستحضر هستید در تنبه هفتم موضوع صحبت ما را اصل تأخر حادث تشکیل میدهد در ارتباط با اصل تأخر حادث در درس قبلی یادآوری شد که دو تا بحث اصلی داریم گاهی یک حادث را در ارتباط با زمان دیگر مقایسه میکنیم که آیا در اون زمان محقق شده بود یا نه و گاهی ممکن است تا با حادث دیگر مقایسه بکنیم که آیا این حادثه در قیاس با اون حادثه در اون زمان محقق شده بود یا خیر اصطلاحا از همون اصل عدم یا اصل عدم تحقق که استصحاب سلبی و عدمی باشد به اصل تأخر حادیث تعبیر می شود مرحوم شیخ رزوان الله علی در همین ابتدای امر هفتم تعریف خوبی یا توضیح خوبی راجع به ماهیت امر هفتم یا همین اصل تأخر حادیث داشتند اشون فرمودن که لا فرق فی المستصحب بین ان یکون مشکوک الارتفاع فی الزمان اللاحق رأسان بدون هیچ قید این می شود همون استصحاب های عادی من یقین داشتم که زید یک ما قبل زنده بود فعلا شک دارم که آیا زنده هست یا نه بدون هیچ قید و زم و زمیمه این که قیاس بکنیم در ارتباط با حادیث دیگر رأسا و مستقیم در بقاء حیات زید فعلا شک دارم این می شود همون استصحاب مصطلح این می شود همون استصحاب جاری و ساری و مشهور که در اون هیچ گونه شک شبهه هم وجود ندارد اما وقتی اصل تأخر حادیث گفته می شود در این قسمت دوم عبارت شیخ اون را توضیح می دهد و لا فرق فی المستصحب نیست بین ان یکون مشکوک الارتفاع فی جزء من الزمان اللاحق در روز پنجشنبه نمیدانیم که زید فوت کرده است یا نه مثلا اما مع به ارتفاعی عرض کنم مشکوک الارتفاع بعد از اون در روز جمعه یقین داریم که زید فوت کرده است ولی نمیدانیم که آیا در روز پنجشنبه هم فوت کرده است یا نه پس در واقع شک لاحق ما قبل از این یقین به وجود میاد استصحاب میکنیم عدم موت زید را تا روز پنجشنبه وقتی استصحاب کردیم عدم موت زید را تا روز پنجشنبه و به اصطلاح اصل تأخر حادیث را جاری کردیم اگر بخواهیم موتش را در روز جمعه ثابت بکنیم و آثار موت را در روز جمعه این می شود همون اصل مثبت که عرض کردم حجیت اصل تأخر حادیث و عدم حجیت آن بستگی به اصل مثبت دارد در واقع در اون شرایط یا بر اساس اون مبانی که اصل مثبت حجت باشد اصل تأخر حادث هم حجیت خواهد داشت اما در اون شرایط و بر اساس اون مبانی که اصل مثبت حجت نباشد خب به صورت طبیعی اصل تأخر حادث هم حجیت نخواهد داشت این در واقع توضیح اجمالی و تعریف اجمالی در ارتباط با اصل تأخر حادث بود و مثالی که مرحوم شیخ آورده بودن و به هر علتی که بوده است مرحوم شیخ رزوان الله علی اصل تأخر حادیث را خودش نیز در دو مرحله توضیح می دهد. یک مرحله مرحله اجمالی هست همان اجمالی که در درس قبلی به صورت مستوفا اون را توضیح دادیم و عبارت شیخ را هم با هم خواندیم. از اینجا که می و تحقیق المقام و توضیحه مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان تفصیلی خود را شروع می کند و در واقع همچنان مرحوم شیخ رضوان الله علیه در صدد توضیح اصل تاخر حادیث و ابعاد اون هست لذا هست که شیخ می و تحقیق المقام و توضیح هیک و تحقیق این مقام که عرض کنم همین تنبه هفتون باشد و توضیح این مقام ان تاخر الحادیث شیخ میفرماید این تأخر حادث شما طرف قیاس و مقایسه اد گاهی ممکن است زمان باشد مثل روز جمعه که عرض کردم در روز جمعه موت زید یقینی هست روز پنجشنبه مشکوک هست خب چون روز پنجشنبه مشکوک هست شما عرض کنم یقین دارید که سابقا زید فوت نکرده بود استصحاب میکنید عدم فوت زید را یا بقای حیات زید را تا روزی پنجشنبه خب اینجا عرض کنم خدمت با سعادت شما در حادثه فوت ملاک قیاس شما زمان هست که در روز پنجشنبه فوت نکرده است اما در روز جمعه یقینا فوت کرده است ولی گاه ممکن است ملاک شما در قیاس و مقایسه زمان نباشد بلکه حادثه دیگر باشد همون مثالی که در درس قبلی هم برای شما عرض کردم که ما میدانیم که پدر فوت کرده است در اول رمضان ولی در ارتباط با تاریخ اسلام فرزن دچار شک هستیم این را یقین داریم که فرزن مثلا فرض بفرمایید بعد از فوت پدر اسلام آورده است اما آیا قبل از فوت پدر که قبل از اول رمضان باشد اسلام آورد یا نه این محل شک ما هست پس ببینید اینجا عرض کنم خدمت با سعادت شما شما دو تا حادثه را که فوت پدر باشد و اسلام فرزن با هم مقایسه میکنید از جهت تقدم و تأخر در حالی که در ارتباط با موت موت زید خب مقایسه ما روز جمعه و روز پنجشنبه بود که یک امر زمانی و در ارتباط با زمان هست در هر صورت هر دو مبحث را مرحوم شیخ رزوان الله علیه پیگیری میکند در اول بحث زمان را یادآوری میکند و آثاری که بر این اصل مترتب می شود بعد هم به سراخ حادث، بالقیاس، الی حادیث ناخر خواهد رفت که البته خودش برای خودش اقسامی دارد که انشالله توضیحات و مطالبش خواهد آمد شیخ می و تحقیق این مقام و توضیح این مقام این که تأخر حادیث تأخر موت زید گاهی ملاحظه می شود با قیاس به ما قبل اون حادیث از اجزای زمان مثل روز پنجشنبه مثلا مثل مثال متقدم یعنی مثالی که در درس قبلی یادآوری شد خب اگر بالقیاس علامه ما قبله باشد فیقالو پس گفته می شود عرض کنم در این قیاس اصل عدم موت زید هست قبل از روز جمعه واقعا در روز پنجشنبه شک داریم که آیا حادثه فوت زید محقق شده است یا نه میگویم یک ماه قبل یقینا زید فوت نکرده بود در روز پنجشنبه شک داریم استصحاب میکنیم عدم تحقق موت زید را در روز پنجشنبه پس گفته میشود اصل عدم موت زید قبل از جمعه که همون روز پنجشنبه باشد خب اگر این اصل را جاری بکنید حالا شما گاهی میخواهید اینجا آثار اصل را در روز خود پنجشنبه بر اصل مترتب بکنید بگویید اصل عدم موت زید در روز پنجشنبه یا قبل از جمعه خب پس در نتیجه زوجیتش همچنان باقی هست همچنان ازنش بدون ازنش نمیتواند از منزل خارج بشود اینها آثار شرعی هست و اشکال ندارد مترتب میشود چون ما اثر را بر خود اصل مستقیم بار کردیم اثر هم اثر شرعی هست مشکل خاصی ندارد مشکل در جای پدیدار میشود که شما بخواید عرض کنم احکام عرض کنم اون اصل را در روز جمعه مترتب بکنید یعنی بفرمایید عرض کنم خدمت با سعادت شما زید یقینا تا روز پنجشنبه فوت نکرده بود پس در نتیجه در روز جمعه فوت کرده است پس در نتیجه آثار موت را در روز جمعه باید بر وفات زید مترتب بکنیم مثلا عده وفات گرفتن زنش اگر این کار را بکنیم چون عرض کنم ترتب موت در روز جمعه بر روز پنجشنبه از لازمه عرض کنم عقلی اش هست و در نتیجه می شود اصل مثبت و در حجیت اصل مثبت همان مطالبی که تا هنوز مکرر گفتیم خواهد آمد اگر گفتیم استصحاب اماره هست خب این آثار هم بار می شود روز جمعه اما اگر گفتیم استصحاب اصل است که مبنای مشهور متأخرین باشد اون آثار مترتیب نخواهد شد لذا ببینید شیخ چی میفرماید پس گفته می شود اصل عدم موت زید هست قبل از جمعه فیترت با علیه پس مترتب می شود علیه بر اون اصل اصل عدم موت زید قبل از جمعه تمام احکام اون عدم عرض کنم خدمت با سادر شما تمام احکام اون عدم یعنی در روز پنجشنبه مثلا نفقه زوجه اش واجب هست زوجیت باقی است خروج از منزل برای زوجه بدون اذن زوج حرام هست و امثال اینها عرض کردم این قسمتش که مشکل نیست نه اصل مثبت هست نه محضور دیگر دارد و البته این اصل تأخر حادیث هم نیست مشکل در جای پدیدار می شود که بخواهیم عرض کنم خدمت با شما با این اصل اصل عدم تحقق موت زید در روز پنج شنبه آثار را در روز جمعه مترتب بکنیم لذا فورا شیخ میفرماید نه احکام حدوث اون موت در روز جمعه اگر بخوایم بگویم در روز پنجشنبه فوت نکرده است پس در روز جمعه فوت کرده است که لازم عقلی هست پس عرض کنم آثار موت را رو در روز جمعه مترتب بکنیم این می شود همون اصل مثبت و حجیت ندارد چرا ارز کنم احکام حدوث در روز جمعه بار نمی شود ازل متیقن و بلوجدان چرا آنچه که بلوجدان متیقن هست تحقق موت هست در روز جمعه نه حدوثی عرض کنم اون موت در روز جمعه عرض کنم خدمت با سعادت شما آنچه که ما یقین داریم که این است که در روز جمعه زید مرده بوده است همین مقدار عرض کنم حالا آیا مبدع موت جمعه بوده است یا پنجشنبه این رو وجدانه نمیدانیم آنچه که برای ما فعلا ثابت هست این است که در روز جمعه زید زنده نبوده اما آیا مبدع فوت این بنده خدا روز جمعه بود یا حتی روز پنجشنبه اون برای ما معلوم نیست لذا فرماید که نمی توانیم نه احکام حدوث موت را در روز جمعه چرا زیرا آنچه که متیقن هست بالوجدان تحقق موت هست در روز جمعه نه حدوث اون موت در روز جمعه یعنی به عبارت دیگر اگر شما آثار موت را رو از روز جمعه بخواهید بار بکنید اگر بر اون یقین تکیه و اعتماد بکنید که یقین دارید در روز جمعه زید فوت کرده بود میگویم فرض بر این است که یقین فقط برای ما میگوید در روز جمعه زید مرده است. یعنی عرض کنم حیات نداشته است اما این که عرض کنم تاریخ فوتش دقیقا روز جمعه بوده است یا روز پنجشنبه این که معلوم نیست پس در نتیجه این یقین یا این اطمینان به درد ما نمیخورد اگر بخواهید از طریق استصحاب این کار را بکنید بگویید اصل عدم تحقق موت زید قبل از جمعه پس در جمعه فوت کرده است به اعتبار اصل میخواهید آثار موت را رو از روز جمعه بار بکنید اشکالش این است که این اصل مثبت هست و اصل مثبت حجیتی ندارد لذا در اصل تأخر حادیث اگر ما بر اون یقینی که داریم اعتماد بکنیم خب مشکلش اون است که عرض کردم اگر بخوایم بر اصل اعتماد بکنیم می شود اصل مثبت و اصل مثبت هم اعتباری ندارد لذا هست که با این که ما یقین داریم حیات زید در روز جمعه نبوده است اما این که دقیقا کنم از کی این بنده خدا به رحمت خدا رفته بود این هم برای ما معلوم نیست از هر تاریخی که زید فوت کرده است از اون تاریخ آثار موت در واقع مترتب می شود اگر برای ما احراز بشود و معلوم گردد به همین جهت هست که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اینجا می فرماید که این اصل که شما جاری می کنید اگر بخواهید آثار اصل را در روز پنجشنبه بر اصل مترتب بکنید اشکالی ندارد اما اگر بخواهید از طریق اصل مثبت در روز جمعه هم آثارش را بار بکنید نه اصل مثبت از نظر ما ارزش و اعتباری نخواهد داشت بعد شیخ عرض کنم می فرماید الا ان یقال این در واقع به نفع همین اصل مثبت هست که ممکن است کسی توجیه بکند بگوید اینجا اشکال ندارد که حتی ما آثار موت در روز جمعه را هم بر این اصل در ما نحنفی مترتب بکنیم چرا با چه بیانی به خاطر که عرض کنم وقتی میگویم حدوث موت در روز جمعه ما اولا تمرکز میکنیم روی یک معنای حدوث حدوث یعنی چی حدوث یعنی وجودی که مسبوق بعدم باشد در واقع یک معنای ترکیبی دارد یک وجودی هست و این وجود مسبوق بعدم هست یعنی یک تاریخی داریم که در اون تاریخ حتما عرض کنم این موجود وجود نداشته است خب با توجه به این معنای ترکیبی برای حدوث حالا بیایم راجع به زید عرض کنم حدوث مود را تحلیل بکنیم بگوییم ارس کنم حدوث مود در روز جمعه یعنی این که زید در روز جمعه زنده نیست و ارس کنم خدمت با سعادت شما مرده است این که قطعی است فقط تاریخ دقیق موت برای ما معلوم نیست که آیا از خود جمعه بوده است یا قبل از جمعه پس نسبت به تحقق موت یا عرض کنم اون جنبه ایجابی در روز جمعه مسئله بلوجدان معلوم هست اما نسبت به مسبوقیت بعدم اون رو با اصل به دست می آوریم. یعنی میگویم یک ما قبل زید فوت نکرده بود آیا تا جمعه فوت کرده است یا نه مرده است یا نه اصل عدم تحقق موت هست قبل از جمعه و همین حالا شما فرمودید که حدوث عبارت است از وجودی که مسبوق بعدم باشد وجود موت در روز جمعه بلوشدان ثابت هست مسبوقیت بعدمش هم با استصحاب ثابت می شود تا روز جمعه و در نتیجه ارز کنم خدمت با سعادت شما نباید اینجا اشکالی داشته باشیم یعنی حدوث حدوث موت که موضوع هست برای ترتب آثار موت این موضوع مرکب یک بخشش با استصحاب به اثبات میرسد بخش دیگرش با وجدان به اثبات میرسد و در نتیجه آثار باید بار بشود مشکل خاصی نداشته باشیم یعنی وقتی میگوییم اصل عدم حدوث موت هست تا روز جمعه میگوییم پس موت در روز جمعه بوده است پس ما آثار موت رو از روز جمعه باید مترتب بکنیم این که حالا اصل مثبت هم هست اینجا اصل مثبت نباید اشکالی داشته باشد این بیان شیخ است که البته این بیان را بعدا خودش رد میکند فعلا ارز کنم اصل بیان شیخ را خوب بفهمیم شیخ میفرماید الا ان یقال مگر این که گفته شود در بحث فعلی و در اثبات ارز کنم این اصل مثبت این که حدوث هو و اون حدوث عبارت است از وجودی که مسبوق به باشد همین معنای حدوث هست شما هم میپذیرید اگر این گونه باشد و اذا ثبت بالاصل عدم شیع سابقا هرگاه ثابت بشود به سبب اصل عدم یک چیز در سابق اگر ثابت بشود با استصحاب عدم موت در کجا عرض کنم خدمت با سعادت شما عدم موت در روز پنجشنبه عدم موت تا روز جمعه مثلا و علم به وجود هیگ و دانسته بشود به وجود اون شی بعد از اون عرض کنم خدمت با سعادت شما روز پنجشنبه و علم به وجوده بعد ذلك و دانسته بشود به وجود اون شی یعنی همون موت زید بعد از اون روز بعد از روز پنجشنبه که جمعه باشد پس در نتیجه فوجوده المطلق فی الزمان اللاحق پس وجود اون شی یعنی همون موت زید وجود مطلق در زمان لاحق که روز جمعه باشد اذا اون زم الى عدمهی هرگاه زمیمه بشود به عدمی ارز کنم خدمت با سعادت شما اون شی قبل از اون روز جمعه یعنی قبل از اون وجود مطلق اون عدمی که ثابت هست به سبب اصل اصل عدم تحقق موت زید هست قبل از روز جمعه پس در نتیجه ارز کنم اینجا یک اصل عدم داریم یک هم ارز کنم یک امر وجدانی داریم و با زمیمه کردن وجدان به اصل موضوع ترکیبی ما که حدوث موت در روز جمعه باشد به با اثبات میرسد خو اگر این باشد میفرماید و اذا ثبت تحقق مفهوم الحدوث اذا ثبت می شود فعل شرط تحقق مفهوم الحدوث می شود جزای شرط هرگاه ثابت بشود با اصل عدم شی در سابق و از طرف دیگر با علم به موت در روز جمعه اگر این دو کنار هم قرار بگیریم تحقق مفهوم الحدوث اینجا مفهوم حدوث محقق می شود وقتی مفهوم حدوث محقق شد ما هم که همین رو می خواستیم پس در نتیجه آثار باید بار بشود یعنی بیتوانیم بر اصل عدم تحقق موت زید تا روز جمعه آثار موت از روز جمعه را رو بار بکنیم و اصل مثبت اینجا به اشکال باشد نکته ای که اینجا هست قبل از اینکه وارد بحث جدید بشویم این تعبیر شیخ را باید محضر شما توضیح بدهم شیخ فرمود فوجوده المطلق فی الزمان اللاحق وجود ارز کنم موت یا وجود اون شیخ که البته در عبارت شیخ ارز کنم شیخ هست مراد از شیخ همون موت هست پس وجود اون شیخ المطلق در زمان اللاحق چرا گفتن وجود مطلق موت در روز جمعه علتش این هست که گاهی شما میگویید من میدانم که زید در روز جمعه مرده است و عرض کنم تاریخ موتش هم روز جمعه هست خب این میشود عرض کنم وجود معین متشخص و بدون هج قیده گاهی میگویید من میدانم که در روز جمعه زید زنده نبوده است اما این که عرض کنم موتش در روز جمعه بوده است یا قبل از جمعه اینجا نمیدانم خب اینجا هست که وجود موت میشود یک وجود مطلق به خاطر که این موت برای خودش اقسامی دارد یا این موت ممکن است در امروز محقق شده باشد یا ممکن است این موت قبل از این روز که روز پنجشنبه مثلا باشد محقق شده باشد چون خودش حالت اطلاق و سعه دارد یعنی برای خود بیش از یک مصداق دارد به همین جهت هست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه با نگاه فنی اینجا ارس کنم از وجودش تعبیر به وجود مطلق میکند یعنی وجود مطلقی که اصل خود موت در روز جمعه قطعی است اما یا قبل از جمعه بوده است یا در روز جمعه از این جهت خود ما هم دقیق نمیدانیم در هر صورت ارس کنم حدوث را ما اینجا درست کردیم گفتیم حدوث وجود است مسبوق بعدم وجود موت که در روز جمعه هست این وجدانی هست مسبوق به عدم هم هست این مسبوقیت به عدم را گرچن احتمال خلاف در اون می رود لذا ما شک داریم که در روز پنجشنبه زید زنده بود یا نه این را با برکت تعبد استصحابی درست میکنیم. می کنیم می گوییم یک ما قبل زید فوت نکرده بود نمرده بود در روز پنجشنبه یا قبل از جمعه شک داریم که فوت کرده است یا نه اصل عدم تحقق فوت یا بفرمایید به عبارت دیگر و به بیان دیگر اصل تأخور این حادیث حادث که موت باشد در روز جمعه محقق شده است پس میبینیم که در این مسئله ارز کنم خدمت با سعادت شما وجود مسبوق و عدم یا ارز کنم حدوث عبارت است از وجود مسبوق و عدم با این توضیح جدیدی که عرض شد به اثبات میرسد یعنی از مزر کردن خود علمی و موت در روز جمعه با اصل عدم تحقق تا روز جمعه می بینیم که معنای حدوث به دست میاد وقت معنای حدوث به دست آمد پس می از روز جمعه آثار موت زید را مترتب بکنیم مثلا ارز کنم خدمت با ساده شما عده وفات زوجش از روز جمعه شروع می شود این دفاع است که اینجا به نفع اصل مثبت و در واقع به نفع اصل تأخر حادیث انجام دادیم مرحوم شیخ رضوان الله علیه همچنان که اشاره دادم از این توجه خودش قانع نیست لذا فرماید و قد عرفته شما در ضمن بحث های گذشته در صفحه 236 عرض کنم خدمت با سعادت شما وقتی ما اصل مثبت را اونجا توضیح می دادیم گفتیم که گاهی ممکن است عرض کنم خدمت با سعادت شما مستصحب ما در اصل مثبت تمام امر عادی باشد گاهی ممکن است عرض کنم یک جزء از اجزای امر عادی لازمه عادی یا قیدی از قیود ارس کنم خدمت با سعادت شما امر عادی به اثبات برسد لذا وقتی می گفتیم عرض کنم خدمت با سعادت شما اصل عدم استحازت از لازمه عادیش چی بود که یا از لازمه شریعش که این خون حیز هست خب حیز بودن خون دو تا جز داشت یکی خون بودن که وجدان ثابت بود یکی هم عرض کنم خدمت با سعادت شما اصل عدم استحاضه بودن این جز را اونجا گفتیم با اصل اگر بخوایم ثابت بکنیم همچنان اصل مثبت هست شیخ اشاره به همون نکته دارد میفرماید و قد شما در تنبیه ششوم در صفحه 236 وقتی اقسام امر عادی توضیح می دادیم، اونجا گفتیم شناختید که وقت عرفت حال الموضوع الخارجی حال موضوع خارجی که ثابت هست احد جز یکی از دو تا جزء مفهوم اون موضوع خارجی به سبب اصل مثبت اونجا گفتیم که اصل مثبت مطلقا حجت نیست چه مثبت کل موضوع باشد یا جزء از اجزای موضوع یا قید از قیود موضوع چه قید عدمی و چه قید وجودی را ثابت بکند لذا وقتی حیز بودن یک خون متوقف هست بر بودن خون و عدم استحاضه بودن شما خون بودن را که با وجدان با چشم سر میبینید ولی عدم استحاضه بودن را اگر با اصل ثابت بکنید باز اونجا اصل مثبت ارزشی ندارد با توجه به اون مبنایی که اونجا گفتیم و عرض کنم در صفحه 236 در وقتش مفصل توضیح دادیم شیخ رضوان الله علی در ما نهنفی بسیار جواب کوتاه می دهد می فرماید وقت عرفت حال الموضوع الخارجی از ثابت احد و جز ای مفهومه بالاصل یعنی اونجا ما منکر شدیم گفتیم اصل مثبت ارزش ندارد اصل مثبت فرق نمیکند وقتی لازم عادی مستصحب را ثابت میکند جزء از اجزای لوازم عادی باشد یا کل لازمه عادی باشد در هر صورت اصل مثبت از نظر ما ارزشی ندارد به همین جهت هست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه از این توجهی که اینجا فرمودن قانع نیست یعنی شیخ در واقع میفرماید ارز کنم اصل مثبت نتوانیست اعتبار پیدا بکند و در نتیجه اصل تاخر حادیث هم اعتباری ندارد پس تا اینجا وقت پای قیاس ارز کنم یک حادیث با زمان دیگر در میان باشد شیخ رضوان الله علیه می فرماید اصل تاخر حادیث اعتباری ندارد شما یقین دارید که ارز کنم موت زید در روز جمعه محقق شد شک دارید که در روز پنجشنبه محقق شده است یا نه استصحاب میکنید عرض کنم خدمت با سعادت شما اصل تأخر حادیث را یا جاری میکنید عرض کنم اصل عدم تحقق حادیث را اگر بخواهید تأخر را ثابت بکنید نه خیر همچه اصل ارزش ندارد لذا در اون مثال سر سال هم اگر کسی یقین داشته باشد که ربحش در روز عرض کنم سر سالش سر سال خمسی اش که اول رمضان باشد مثلا محقق شده بود ولی نمیداند که آیا قبل از عرض کنم خدمت با سعادت شما اون روز محقق شده بود یا نه اگر نداند که قبل از اون روز محقق شده است یا نه اصل عدم یک تحقق هست خب اگر اصل عدم تحقق هست تا قبل از اول رمضان پس بخوایم بگوییم عرض کنم در اول رمضان محقق شده است پس آثار بر اون بار می شود می گوییم نه این اصل مثبت هست و اصل مثبت از نظر ما ارزشی ندارد همه اون توجهات و مطالبی که راجع به موت زید در روز جمعه گفتیم دقیقا در اون مثال هم میاد و در نتیجه ارز کنم خدمت با سادر شما اصل تأخر حادیث از کار می افتد. و مما ذکرنا علم از اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علی شروع میکند به ارائه یک مطلب تازه و نسبتا جدید در ارتباط با همین فرع اول تا هنوز فعلا بحث ما قیاس حادیث با یک زمان هست نه قیاس حادیث با حادیث دیگر ولی خب بحث همچنان ادامه دارد یعنی عرض کنم خدمت با سعادت شما در نتیجه شیخ عطفی به همون مطالبی که داشت مثال جدید را مطرح می کند البته در ارتباط با همین کبرا و یک مقدار ارز کنم تغییر در مثال با توجه به اینکه وقتی ما به اتمام رسیده است و نمی توانیم این مسئله را به پایان برسانیم به همین مقدار اکتفا می شود غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد